شیبا اینو وارد دنیای متاورس می شود. خرید 500 میلیارد شیبا توسط یک نهنگ اتریوم، پامپ شیبا در راه است. با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به شیبا اینو رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله بغلش رو هم فعال کنید. خرید 500 میلیارد شیبا توسط یک نهنگ اتریوم در حالی که یکی از قوی‌ترین اصلاحات بازار ارزهای دیجیتال در حال انجام است، نهنگ‌ها تصمیم گرفتند که دارایی‌های خود را افزایش دهند و به طور خاص برخی رمزارزها مانند شیبا اینو را جمع‌آوری کنند. مانند کیف پولی که نیم تریلیون شیبا خریداری کرده است. این خرید بزرگ برای نجات رالی، زمان این خرید غیر منتظره، نمی‌توانست بهتر از این باشد، زیرا شیبا اینو در تعطیلات آخر هفته روند بهبودی را پشت سر گذاشته بود که پس از آن با باز شدن بازارهای مالی در روز دوشنبه متوقف شد. خرید این نهنگ می‌تواند هم با هدف خرید در ریزش‌ها و هم برای حمایت از روند بهبود در بازار باشد. اما طبق نمودار این خرید بزرگ نتوانست شیبا را از پیروی از روند اصلی بازار نجات دهد. شیبا اینو در حالی که تقریبا 16% در آخر هفته رشد داشته اما به سرعت به زیر 0.420 دلار رسید، قیمتی که بازار از ابتدای اکتبر 2021 یعنی اواسط مهر ماه مشاهده نکرده بود. شیبا نتوانست رتبه اول را دوباره به دست آورد، در حالی که میمکوین قبلا تلاش میکرد تا جایگاه اول را به عنوان بزرگترین دارایی کیف پولهای ردیف نهنگ اتریوم به دست آورد. اما رمزارز FTT بیشتر از 1 میلیارد دلار در اختیار نهنگ ها در رتبه اول قرار گرفت. پس از آخرین افت بازار، ارزش دارایی های ردیف نهنگ شیبا اینو به طور قابل توجهی کاهش یافت و حالا بیشتر از 1 میلیارد هستش که حدوداً با FTT حدوداً 200 میلیون دلار فاصله دارد که پایین‌ترین مقدار از زمان رشد 1000% در ماه اکتبر یعنی مهر است. در آن زمان نهنگا تقریباً بیشتر از 1 میلیارد دلار از این رمزارز را نگهداری می‌کرد. حالا شیبا اینو در بازار قیمت 0.420 دلار معامله می‌شود و تقریباً 16% از ارزش خود را در 24 ساعت گذشته از دست داده است. شیبا اینو وارد دنیای متاورس می‌شود. حساب رسمی توییتری رمزارز شیبا اینو راه اندازی پروژه متاورس را اعلام کرده است که حول اکوسیستم شیبا متمرکز خواهد شد. همزمان با این خبر قیمت توکن شیبا تقریباً 12% از پایین‌ترین سطح روزانه خود یعنی 0.018 دلار رشد داشته است که حالا در بازار قیمت 0.420 دلار قرار دارد. یک پروژه جاه طلبانه. این پروژه تجربه همه‌جانبه را به جامعه شیبا اینو ارائه می‌دهد. این اطلاعیه با تصویری کارتونی از سگ شیبا اینو همراه بود که چکش را در دندان‌هایش در وسط جنگل گرفته بود. هفته گذشته یک نسخه ای تار از این تصویر توسط حساب توییتر شیبا اینو منتشر شد تا جامعه را کنجکاو کند. هنوز جزئیات زیادی از این پروژه در دست نیست اما توسعه دهندگان قول دادند به زودی جزئیات بیشتری را ارائه کنند. در پیامی که بر روی گروه رسمی پلتفرم دیسکورد جامعه شیبا اینو ارسال شده است، توسعه دهنده شیبا سواب بریک ادعا می کند که این پروژه مکانی خواهد بود که تمامی جنبه‌های مختلف اکوسیستم شیبا اینو توکن ها، صرافی غیر متمرکز و بازی‌ها گرد هم می‌آیند. وی با بیان اینکه نام پروژه متاورس هنوز نهایی نشده است، از کاربران خواسته است که قربانی کلاهبرداران نشوند. در پیام دیگری اریک می‌نویسد که متاورس ها آمده اند که بمانند و اضافه کرد که جامعه شیبا اینو مهمترین بخش پروژه جدید است. یک سند 800 میلیارد دلاری پس از اینکه غول رسانه‌های اجتماعی فیسبوک تغییر نام تجاری خود را اعلام کرد، اصطلاح متاورس که به همگرایی دنیای دیجیتال و فیزیکی اشاره می‌کند، ظاهرا یک شبه به یکی از داغ‌ترین اصطلاحات در دنیای فناوری تبدیل شده است. شرکت‌های بزرگی مانند والمارت و نایک اکنون در حال ورود به این حوزه هستند. شرکت تجزیه و تحلیل تخمین زده است که بازار متاورس در نهایت می‌تواند به 800 میلیارد دلار برسد. حالا شیبا اینو با ارزش بازار حدود 11 میلیارد دلار در رتبه 14 بازار قرار داشته و سهم 65% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیبا اینو در این لحظه با قیمت 0.420 دلار با احتساب نرخ تتری 28836 تومان نزدیک 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن نزدیک 2 میلیارد دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر حدوداً 15% کاهش یافته است. بالاترین قیمت شیبا اینو در تاریخ شبانه 1400 مدل 0.408 دلار بوده که همینک 76% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیبا اینو 549 تریلیون و تعداد کل واحدهای 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن شیبا اینو معامله می‌شود، صرافی بایننس با سهم 17% از حجم معاملات روزانه است. اما حالا تغییرات یک ساعته، 6 ماه و 1 ساله روند سودی داشتند، ولی متاسفانه تغییرات یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه روند نزولی داشتند که مطمئنا این تغییرات یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه که روند نزولی داشتند در آینده به روند سودی تبدیل خواهند شد.
اما افت شدید دوج کوین و شیبا اینو در سقوط اخیر بازار ارزهای دیجیتال. دوج کوین در هفته گذشته 23% و در یک ماه گذشته تقریبا 27% از ارزش خود را از دست داده است. گفتنی است که ارزش بازار دوج در حال حاضر نزدیک 18 میلیارد دلار است که سهمی 1% از کل بازار ارزهای دیجیتال دارد. شیبا اینو نیز به عنوان دومین میم کوین بازار طی 7 روز اخیر 30% و در طول ماه گذشته 42% کاهش یافته است. شیبا اینو با ارزش بازاری نزدیکای 12 میلیارد دلاری گفتنی است که با دوج کوین از زمان رسیدن به بالاترین سطح تاریخی خود تا کنون 80% افت داشته و شیبا اینو نیز از اوج تاریخی خود 70% فاصله دارد. در حال حاضر ارزش کل بازار میم کوین ها به 36 میلیارد دلار از اقتصاد 1.7 تریلیون دلاری ارزهای دیجیتال رسیده است. سهم دوج کوین و شیبا اینو از کل ارزش بازار میم کوین ها مجموعا 81% است. بریتانیا تبلیغات سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را ممنوع می کند. مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا اعلام کرده است که بازاریابی و تبلیغات برای سرمایه گذاری پرریسک‌تر حوزه ارزهای دیجیتال را محدود خواهد کرد. این نهاد در مورد سرمایه گذاری پرخطر هشدار داده و در حال تشدید محدودیت‌های تبلیغات ارزهای دیجیتال برای محافظت از سرمایه گذاران است. کارشناسان بر این باورند که بسیاری از مردم بدون درک خطرات موجود با دیدن این تبلیغات گمراه شده و فکر می‌کنند که این سرمایه‌گذاری‌ها اطمینان هستند، در حالی که در صورت بروز مشکل و نداشتن مهارت‌های سرمایه‌گذاری نه، این عمل می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه آنها شود. گلدمن: متاورس یک فرصت سرمایه‌گذاری 8 تریلیون دلاری است. بانک جهانی سرمایه‌گذاری گلدمن پیش بینی کرده است که متاورس می‌تواند یک فرصت 8 تریلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری باشد. اریک، تحلیلگر گلدمن، پیش بینی این بانک از دنیای متاورس را در قسمت اخیر پادکست اختصاصی گلدمن با عنوان درک متاورس و وب3 توضیح داده است. اریک در این پادکست گفته است با نگاه به اقتصاد دیجیتال می‌بینیم که 20 تا 25% از اقتصاد جهانی را شامل شده است. اقتصاد دیجیتال در حال رشد است و در این حال اقتصاد جدیدی به نام اقتصاد مجازی نیز در کنار آن به رشد خود ادامه می‌دهد. تحلیلگران ما اعداد مختلفی را برای ارزش متاورس برابر 8 تریلیون دلار بوده است. بایننس اسپانسر تیم ملی آرژانتین می شود. صرافی بایننس روز دوشنبه اعلام کرد که اسپانسر اصلی تیم ملی فوتبال آرژانتین شده است. این قرارداد 5 ساله بایننس را اسپانسر حق نامگذاری لیگ ملی این کشور نیز کرده است. قرارداد آرژانتین و بایننس اولین قرارداد این صرافی با یک تیم ملی بزرگ در جهان است. بایننس همچنین گفته است که به زودی یک توکن برای طرفداران نیز راه اندازی خواهد کرد. بازرگانی و بازاریابی فدراسیون تیم ملی آرژانتین در همین رابطه گفت محبت اقتصادی برای ما و تیم‌های برتر آرژانتین خواهد بود و باعث می‌شود طرفداران ما در سراسر دنیا بتوانند دارایی‌های دیجیتال خود را از این فدراسیون خریداری کنند. توییتر تیم ویژه ارز دیجیتال خود را گسترش می‌دهد. سرپرستی تیم مهندسی ارز دیجیتال توییتر اعلام کرده است که این شرکت در حال استخدام یک مدیر مسئول ارشد برای ارزهای دیجیتال است. این موقعیت شغلی در شرکت توییتر قرار است فناوری غیر متمرکز از جمله بلاکچین ارزهای دیجیتال و وب 3 را به طور کامل بررسی کند. این سرپرست افزود با اضافه شدن این بخش به تیم توییتر NFT ها و ابزارهای ساخت آن را به دقت بررسی می‌کند و همچنین توکن‌های مخصوص اعضا را نیز در دست بررسی قرار می‌دهد. شرکت توییتر به تازگی در حوزه وب 3 فعال شده است و انتظار می‌رود در آینده به یکی از شرکت‌های پیشرو در این حوزه تبدیل شود. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و سوالی هم دارید در کامنت‌ها بپرسید. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.